اگه این مرا بگذ باز خلاص هستی. خلاص هستم. خلاص. در چند ثانیه دیگه مرگ مده میجست. یک ساعت خلاص هستم. یو کس لړم و چې هغه نه پوهېږم څو کلونه بیا پې د زړه حمله نه راځي. دا رښتیا دي که تا 15 سال از سکته قلبی مغزی انسان معاف میکنه. د دې تور لړم دغه تور زهر ډېر خطرناک زهر دي خو قیمتي هم دي. ای چند است؟ گرامش اینا 700 700 دلار 2,500,000 ډالره د دې تور و زهرو قیمت دی. دری میړونه لرم. شما چطور سه شوهر دارین؟ شما خودتان شوهر نیستین؟ سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا چې چیرته راغلیم تاسو خپله د خپرونې په سر کې هغه لنډ لنډ کلیپونه ولیدل. ورزو ډاکټر صاحب څنګ ته، ډاکټر صاحب شیرزاد هغه کس چې تقریبا 50,000 شاوخوا لړمان گژدم لري، ډېرې خبرې به هلته وکړو. ملتیا مو سلام ډاکټر. سلام. سلام بخیر. چطور استی ډاکټر صاحب؟ چی گپ هست؟ گژدما چطور هستن؟ خوب هستن؟ خو خو نیست؟ نه تازه در خواب زمستانی دارن میرون. لیدونکو لکه څنګه چې مې تاسو ته وویل، بالاخره مونږ راغلو د ډاکټر صاحب کور ته. له دې سره بلا ډېرې خبرې اترې ولرو. ډاکټر صاحب ستړی مشي، جوړ په خیر. السلام علیکم و رحمت الله. ډاکټر محمد شیرزاد از ولایت پروان افغانستان هستم، در خدمت شما هستم. خیلی خوش آمد به شما و همکارانتان میگویم که از کابل تا اینجا تشریف آوردین به ولایت پروان. ما یا شاید هم نتونسته باشیم از شما مهمان نوازی کنیم. خلاصه در سوالاتتان جواب گو هست. دیر از یاد تمانه نجوانده اوسی داکتر سیب. لیدون کدا چی داکتر سیب پختو که ستونزه لری، پختو جبا که خبری نشی کوله، نوزه به حس کم چی داکتر سیب خبری تاسو تا پختو که آغا مهم تیکی جباره کدم. څنګه د ژوند ډاکټر صاحب په پروان کې چاریکارو کې دی ورځو کې خپل څنګه نور ولاد چاریکار کې هم نعمان است. خیلی خوب است، مردم میتونن راحت زندگی کنن، در امنیت زیبا هستن، در امنیت خوب هستن. خدا را شکر میکنیم که ما تمام چیز ما خوب شده. بالکل ما کدام مشکل نداریم و این صدها بار خداوند آدم باید شکر بکند به خاطر از اینکه در یک امنیت سرتاسری هستیم و تمام کارهای ما را برای دنیا میکشانیم که ما افغان هم هستیم. بالکل ډاکټر صاحب، رازو اصلی موضوع ته بفهم. دا راته وایه چې څومره وخت کیږي چې تاسو دغه فعالیت تر سره کوی؟ از سال 1351 ما در این کار هستم. 49 سال است که ما در این کار هستم. 9 سال ویخت کال کیږي تاسو دا فعالیتونه تر سره کوی. اوس مهال تاسو سره سو ډوله
لړمان دلته شتون لري؟ للمان که ما تقریبا 49000 گژدم داریم، از 49000 گژدم تقریبا 120 گرام زهر هم گرفته شده که اونا را هم به تصویر میکشانیم. دیگه از زهر گژدم برای کسانی که لکای سفید دارن از 41 کشور مریض داریم، از انگلیس، آلمان، فرانسه، کشورهای امارات متحده و کشورهای مثل تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، هندوستان، پاکستان، از اینجا ما مریض داریم و از همین زهر گژدما استفاده میکنیم برای لکای سفید. و در دو مرض ما در سال 2010 اول شدم که یک اپلپسیس، دو ویتلیگو، لکاهای سفید و میرگی ها. که دارا تووی است چه دغا لرمان مو لکوم و زایون و سخه را پیدا کردی دی یا پا پیسو مو اخیستی دی؟ ما این گژدما را از همین وطن خود ما، از همین پروان و حومه پروان، یعنی اطراف پروان و ولسوالی های پروان ما خریداری میکنیم. هر خانما و دختر خانما و آقا پسرهایی که صبح زود اینجا میارن گژدما را در حدود 300 تا، 350 تا، 400 تا ازشان میخریم. و همی 49000 گژدمی که پیشتر به شما گفتم من دارم، 19 لک افغانی خرید شده که 22000 دلار میشه. 19 لک افغانی شما سرمایه گذاری کردین سر گژدما؟ چند نوع گژدم هست همراهتان؟ سه نمونه گژدم داریم. یکی زردا هستن که اینی زردا نشان بتی به دوستان. آه دوستان، اینی زردا هست، دا زیر لرمان دی. آه اینا هست. یکی اینی سیاه ها هست که این سیاه ها بسیار خطرناک هست. نگازیتان دکتر سایی این سیاه و زرد مکس هستن؟ مکس هستن ها. اینا بسیار خطرناک هست و از زهر ازی که ما استفاده میکنیم برای لکای سفید و میرگی ها. و این اینیا ماده است. با من از دیک نبگیریم دکتر سه، من میترسم. اینا ماده هاش هست. اینا تقریبا در سال دو مرتبه بچه میزاین و هر دفعش 36 تا دانه میباشد. 36 دانه سال دو دفعه 36 تا 36 تا 36 تا دوستانو دا لرم چی تاسو وسولی ده د کالی دو دفعه بچیان را وړي چې هر ځل شپږ دیرش، یعنی جمع په کال کې دوه یادانې بچیان را وړي. تور تور لړمان نه لري؟ تور وای ډېر خطرناک دی. تور هم شته، تور هم هست. ته یې وښیا دوستانو ته وایي تور است، دا ډېر خطرناک دی، بسیار خطرناک است. قیمتي هم همیست داته؟ خیلی قیمتي. چند است قیمت؟ 35000 افغانی قیمت شد. 35000 هم یک تا گژدم؟ یو لړم په 15000 افغانی دوستانو د دې قیمت دی. 35000 افغانی قیمت شد. ډاکټر صاحب دا کومه وچی چې در حدود میشه 400 دلار. 400 دلار. اگه این مرا بگذ باز خلاص هستی؟ خلاص هستم. خلاص در چند ثانیه دیگه مرگ مدنی جست؟ یک ساعت خلاص هستی دیگه. نسلی از یاد چه قسم به وجود می آید؟ نسل از اینا به این وجود می آید بخاطر از این که ما الان 39000 اینجا داریم، ما اینا را دست ندیم، اینا را باید انکشاف بدیم که بیشتر شود. و اگر بخوایم اینا به تلفات برسن از بین میره نسل از اینا، چرا که بهترین نسل که امسال سال 1401 من خریدم که 49000 دانه شده و هر سال من 17000، 18000، 19000 ما گژدم داشتم، امسال بیشتر داشتم. خب ما اوریدلی دی لور کوټوالی سخچه یو کس لړمو چې هغه نه پویګم سو کلونه بیا پی د زړام ل نه راضی در اختیار؟ آ ما مثلا همه چیزی که شما گفتید در اختیار داریم. هر قطر زهر گژدم در بدن انسان پادزهر تولید میکنه که تا 15 سال از سکته‌های قلبی مغزی انسان معاف میکنه. ایره شما 100% ضمانت میکنه که متمش؟ تا پدرزنم در ایران خودم نجاتش دادیم. 3 درجه قلبش گرفته بود که با یک دانه گژدم میره نجات دادم. تمام روزنامه های ایران عکسای مرا انداخت. داس لړم خونه لری چی یو کس دی ټول عمر ژوندی چوی چی بس هیڅ مړ نه شي؟ نه 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 نه، فقط هر موجوداتی که خدا خلق کرده به نفع انسان است، حتی ما رو گژدم ها. حالا این حساب بکنیم که تا 2025 تمام آنتی بیوتیک های دنیا از زهر گژدم ساخته می شود. جنتمایسین، استرپتومایسین، کانامایسین، تتراسیکلین، آمپسیلین، آموکسیسیلین، اینا همه از زهر گژدم ساخته می شود. و تا 2030
سه سرطان هم از اینا ساخته میشد که داروش که دیگه واکسینایی که برای سرطان برای انسان زده میشه دیگه نه موی سرشان میرود نه موی بدنشان کم میشود که حتی سرطان ها را معاف میسازد. دا ټول لړمان یو شی دی په کال کې دو دفعه بچان روړي او تور سپین زیر ټول یو شی دی څومره وخت کې دا بستګي به جای شي مثلا چې کله پیدا شنه وخت کې یا پیدا شون امی چوچایش تا چوکره وخت باز یا زهر میتن ها اینا وقتی که پیدا میشن خب بچه هستن بیشتر مثل دانه های نیم ماش میمانن تا اینا بزرگ میشون میشه 1.5 ماه تیر میشه 45 روز که تیر شد اینا خودشان زهر تولید میکنه یعنی 15 سال اخترازو که زهر تولیده ای خوراک سه شده چی شه ورکوی تاسو یو مقدار کرم از کشورهای همسایه میامد کرمایی هست که خشک میایه باز یک مقدار آب که میپاشیدیم اینا مثل که تازه میشده با دمی تازگی اینا هر کرم هر سه روز یک دانه کرم میخورن این گجد ما کرم هر سه روز ما خوشنیدیم میگه خور خوری خاک میخورن نه خاک نمیخورن خاک نمیخورن او چی تو میخورن آب میخورن د دې لړمانو زهر څنګه تر لاسه کوي څنګه یعنی له دوی څخه د بدن څخه راو باس زهرش چه قسم میکشن ها زهرش یک دستگاه ما داریم دستگاه 9 ولت برق است دو تا انبور دارد یک انبور به کمر گشت میدیم یک انبور به کمرش داده میشه یک انبور اینجا میزنیم زدیم این زهرش میریزه از 330 دانه یک گرام جور میشه از 330 گشتم یک گرام 330 دانه اینی هم زهرهایش هست اینی از زهر زهرهای گشتم سیاه هست ده ده تور لرم دغه تور زهر ایر خطرناک زهر دی خوب قیمتیم دی و این اینی دوتا از این گجدم است این دوتایی زرد است رنگش این دوتا این از این گجدم است این حال در حال قرختی هستن این اینا الان دیگه تمام تکان نمیخورن این دیگه در خواب زمستانی رفتن از امی یک قطریش که مثلا در پیچکاری بگیری در وجود ما مثلا پیچکاری کنی امیره مستقیم که نمیتونی پیچکاری کنی مستقیم نمیشه نه اگر مثلا گجدم مرا بکنم ایسیاد چقدر وقت ما زنده میمونم اگر بکندت بستگی به چهار گروپ خون انسان دارم ما چهار گروپ خون داریم O, A, B, A, B بستگی داره که تا چقدر مقاومت بدن داشته باشیم که بتونیم در مقابل زر پادزر قرار بدیم خود ما را وگرنه کشتن گجدم با یک انسان فقط 3 دقیقه می کشد ای دم و دعا چطور سی راست است؟ نه یعنی دادم و دعا کس نمیشه که جور شو پس هیچ معنی نداره این حرفای قدیمی هست یار خب دم و دعا اینا قدیمی ای زهر شما چند میفروشین ما هر گرام زهر گجدم 350 دلار است 350 از همه گجدم ها یعنی نه همین گجدم های سیاه که قیمتش خیلی بالاست که اینه به دست خودت هست اینا خیلی بالاست ای چند اینا 300 گرامش اینا 700 700 دلار ای چه قمه فعلا دادست ای الان 6 گرام است این 6 گرام است کلش این زهر تقریبا از 3000 دلار میاد همون حدود حدود مقدر است او کیلوی به پسودی 2,500,000 2,500,000 دلار د دې تور زهرو قیمت دی یو کیلو البته اینی زهر ما این از این گجد ماست از این گجد ماست این از این سه اینی زهر از این چند از باز قیمتش این همین 350 دلار است گرفتی؟ این نفرهای خاص داری شما که سرشان میفروشی یعنی هر کس که برتان پیشنهاد کنه میفروشی اینی گج... اینی زهر ما خشک است خوز اینی زهر خشک است اینی خشک است اینی 9 گرام است 9 گرام داوج زهر دی ها چرا خشک است به خاطر اینکه خود ما خشک کرده میره و هر قیمت خشک 10 برابر قیمت تره چی میگی یعنی تقریبا چقدر میگی قیمتی بیخی خیلی زننده است بوی تیز داره خیلی تیز است حالی بیوش نشم دکتر صاحب گفتم شما نفرای خاص داری که زهر سرشان میفروشی ها چطور هر کس برایتان پیشنهاد کنه برایشان میفروشی پیشنهاد کنه در رسانه ها با برایش دوستان و تاسو که در نده پر هر گوڑ کیه دکتر صاحب وی من کولیشو تاسو را همکاریو که دا زهر کچیر تا اخلی
نو تاسو باندې پلورو او د دې ترڅنګ لا ډېرې همکاري په دې برخه کې تاسو سره کولی شي. مثلا ما میخوایم یا مو تو بینندای ما یا کشان میخواین که مو تو یک فارم جور کنه، فعالیت کنه، چی باید کنه و چقدر سرمایه باید داشته باشه؟ عرض کنم بستگی به سرمایه داری خود و شخص بسته هست. مثلا اگر یک کسی $50,000 دارد، میتونه با $50,000 $20,000 گژدم باید داشته باشد و این $20,000 خانه‌ای میخواید و ظرفای میخواد، کمی طور در هر ظرف ازی کمی تو پلاستیکی هست، 8 تا دانه رو باید نگهداری در قفس ها بسته بندی شود، 8 دانه و اینا برایشان کرم برسد و کارمندی داشته باشد که به اینا برسند، به نانشان، به آبشان، به غذایشان، به رطوبت سنجشان که چقدر هوا اینجا لازم دارن، اینا در چه هوایی باید اینا زندگی بکنن، رطوبت سنج میخواید. بالکل. هم هواکش میخواد. هوا باید زیاد میخواید. سرد نباشه. هوا سال سرد نباشه. دیگه اینجا تعداد مثلا حد اقلی که ما باید سرمایه داشته باشیم $50,000 میشه. نو دوستانو د ډاکټر سه په خبره سوک چې غواړي دغه فعالیتونه تر سره کړي یا دغه کار وکړي، نو حد اقل باید $50,000 ولري چې دغه کار پیل کړي، چې ټول هغه احتیاطي تدابیر چې دي د دې ترڅنګ دوی هغه ساتنه وشي کړي. تمو کسای کی مثلا میګن ما $50,000 دارم، می خایم متو فعالیت شروع کنم، چی گفتنی بر شانداری؟ مثلا کدام تدابیر احتیاطی را باید داشته باشه به خاطر از اینکه خطر است؟ نه، اولا که ما باید وسایل بهداشتی ش کامل داشته باشیم، باید خریداری کنیم که رطوبت سنج میشه، دستگاه نوول برق میشه، انبورایی که ما لازم داریم، جایی که میخوایم، یخچالای نیتروژن میخواد که از نیتروژن یخچال داشته باشیم، چرا اینا در هوای آزاد زر خراب میشود، باید در نیتروژن نگهداری شود. و از کسانی که میخوای رو بیاره به این سرمایه گذاری بکند، اولی کاری که میتواند بکند باید جمع‌آوری گژدم ها باید باشد. در حدود $20,000 گژدم باید داشته باشن که به این کار رو میآورند. در حدود $20,000، کمتر از $20,000، دشل زره نه کم نکیگی. در داکتر سپا وینا چی دغه کار که تاسو غواړی چی وکړی، حد اقل باید شل زره لړمان ولرئ. ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې د دوی عمر څومره دی او تر کله به زهر کوي؟ عمر از اینا خود حدودا 5 میمانن و از 2-3 ماهگی شروع میکنن به زهر تولید کردن. ما میتونیم 3 ماه که شدن ازشان زهر بگیریم. سمه ده، تاسو مخکې وویل چې دوی باید په خاص هوا کې وساتل شي. خدا مو تعریف نکړه چې سره کومه هوا باید وي، دغه په لنډه توګه تعریف کوي چې په کوم ډول هوا کې باید د دوی ساتنه وشي. هوایی که ما باید به اینا داشته باشیم باید از طریق رطوبت سنج باید داشته باشیم، باید هوای برقی مثلا باید برق به اینا هوا بده، چرا که در هوایی که ما زندگی میکنیم هوای پروان سرد است، زننده هست، تلفات زیاد میدیم در این هوا. بلکل. باید طرز ما باید به اینا نگهداری کنیم که مثلا اگر در جلال آباد هستیم همو آوای جلال آباد به اینا سازگار هست، و اگر در پروان باید نزدیک سالنگ هستیم اینجا او آوا به اینا مرتوب نیست. باید ایتو صاحب برشان جور کنیم که همو تو آوای نرمال با باشن، یک هوای زیاد سرد باشن. بلکل. مثل حیوانات دیگه بیا هم کدام مرضی ساری میه؟ یعنی مثلا یکی شبی گیره باز کلا گیره بکشه. من نشانت میدم، من الان نشان میدم که چطور زر اینا مرض بهشان میگیره. یعنی دوستانو دا چی تاسو گوره دیتا مرض را غلی ساری، این مرضی ساری هست. این مرض ساری هست علی امرای ایدگاه کی جا مانده بوانه میره مرض جدا میکنه. خوب. اینا رو زود جدا اگه نکنیم اینا رو میگره این مرضه، یعنی نشش گرفته هم میبینه. دیگه این مرض کشنده است، گژدم هم میکشه. این سر نوکش هست میبینی اونو سفیدی ره، این یا مرض است، این یا نابود کننده گژدم ها هست. دیر از یاد منه نه دکتر صاحب چی مونتا دی وقت را کرده. نو یو سو شخصی پختنی به مو کوم بیا بخبرونه پاید ورسی کور ودان جونده اوسی. ډاکټر صاحب لکشو خم ده
او نه پویګم دا وای زه درې میړونه لرم د دوی په ژبه یعنی په دری کې چې وای ما سه شوهر دارم. شما چطور سه شوهر دارین؟ شما خود تان شوهر نیستین؟ نه، به خاطر از اینکه من افغان های ما دست به زن داشتن، مثلا خانما را به خاطر یک بولانی که سلی دروشان می زدن، من میری یک قوت برای خانم ها دادم که من بگه من شوهر کردم، یک حساب رسی برای خانم ها باشه که همو خانم من شما مادر بچه ما حساب می شود. چرا برای سیلی بخوره؟ بلکل یک ذهنیت باید داشته باشه. دیر خواه وگرنه من برای خنده نمی گویم که من شوهر کردم. نه، یک مرد هیچ وقت شوهر نمی کنه. به خاطر از این میگم که یک دار ذهنیت ما افغان ها یک ذره از دست بزن ما باید بیایم پایین که مادر خیلی بالاست مقامش. اما شعر فارسی میگوید که به پیشانی پرچین تو سوگن مادر، به پیشانی پرچین تو سوگن مادر، به افسانه شیرین تو سوگن مادر. هرگز نکنم مهر و وفای تو فراموش، هرگز نکنم مهر و وفای تو فراموش، تا وقتی که جسمم بکشد خاک در آغوش. تشکر دکتر صاحب. اگه نی معلومات به ما بتین، ما خبر هستم که شما ایجا مثلا غیر از اینکه فعالیت انجام میتین به این ملت، به این مردمی که همسایه یا نزدیکان شما هست در این پروان، با وا شما زیاد فعالیت های دیگه انجام میتین، همکاری هم رایشان میکنین؟ من یک مسجد ساختم در حدود 250 نفر جا دارد و پول ملا، پول مخزن، پول کسانی که درس میدن، استادانی که درس میدن، همه ماششان خودم میپردازم و در روز 600 نفر در سالون من درس میخوانند، 400 نفر در مسجد من درس میخوانند، روز 1000 نفر سالون برای مردم ساختم برای عروسیشان. بیاین عروسی بگیرند بدون ساز. از ساز خسته شده این مردم. نه که به خاطر دولت امارات ما اومده ساز ممنوع است، نه، ساز خسته کنه است. به خاطری که ساز جدید ما نداریم. ساز 50 سال پیش امروز دارن میخوانن، ساز 25 سال پیش امروز دارن میخوانن، چیز نوآوری ندارن. وقتی که چیز نوآوری نبود اونجا خستگی میارن. فقط ساز نیارن، بدون ساز بیان عروسی شانه بگیرن، ما پول از شان نمیخوایم. خانه تان آباد، زنده باشین، بخیر باشین. ای واقعا یک خدمت بزرگ است که شما به هم وطنای ما میکنید. یک سوال اخیرین که امی کسی ایران چطور است؟ نمیفهم، میگه بیرق ایران شما بلند کرده بودین، چی گپ بود؟ نه، ما یک معلومات شما بود. یک ریکارد جهانی سال 81 من شکستم. خانم از کشور تایلند به نام کان چانا کت کیا، او با 4000 گژدم یک ماه خو شد، من با 6533 روز خو شدم و ریکارد بردم. اونا در ایران نگفتن که این افغان است، گفتن این بچه رفسنجان است. اینمیجا وقتی که این حرف زدن که تو بگو بچه رفسنجان هستم، من این بهشان گفتم که من بیوطن که دور ز آغوش مادرم، من بیوطن که دور ز آغوش مادرم، بنشسته ام در آتش و در خون شناورم. خاکی که پرورید مرا دوستان کجاست؟ من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم. خودتان افتخار میکنی دیگه که افغان هستم. افغان هستم. ما هم افتخار میکنیم سر شما وری اشخاص و شما وری مردم. تشکر. بخیر باشید دکتر. خوش شدم. سلامتیتان. تشکر. تشکر میکنم از خودتان، از همکارایتان که امروز تشریف فرما شدیم به پروان. لیدون که زمونگ پروان هم دوم رو و تاسو هم کولیشی زمونگ پا واتساپ شمیره اڑی کونی سای او که غواری دکتر سیب لنگدی سا خواه گوری مونگ با تاسو سر انشالله همکاری کرو. تر بیامو پا لاس پارم. خدای پوان. زمونگ چینل سابسکرایب او ده زنگ بطن کیک آگئی. لخکل ویدیوگان سخا خوان بخلی.